درود عزیزای دلم دکتر شوبر هستم و امروز میخوام در مورد یازده علامت که نشون میدن کلیه ها در معرض خطر هستن صحبت کنم اگر کلیه ها در معرض خطر باشن بدن سعی میکنه این یازده نشانه ای رو که الان بهت میگم از خودش بروز بده تا آگاهت کنه که یک مشکلی وجود داره دونستن این علائم خیلی مهمه چون اگر به خاطر ناگاهی نسبت بهشون بی تفاوت باشی ممکنه با گذشت زمان شرایطی رو به وجود بیارن که هرگز برگشت پذیر نخواهد بود خب خیلی سریع بریم سر اصل مطلب حتما تو انتهای این ویدیو با من همراه باش چون مطالبی که در این ویدیو مطرح می کنم واقعا مهمن و ممکنه زندگی تو نجات بدن شماره 11 تغییر عملکرد ادراری اولین علامت آشکار در یک بیماری کلیوی تغییر در مقدار و دفعات ادرار در بعضی مواقع ممکن متوجه تغییر رنگ ادرار به رنگ تیره تری بشی یا ممکن تمایل شدید به دفع ادرار داشته باشی اما به محض رسیدن به دستشویی نتونی ادرار کنی نکته اصلی اینه که به این تغییرات باید توجه داشته باشی و از تعداد دفعات مراجعت به دستشویی نت برداری کنی. شماره ده مشکل و یا درد هنگام دفع ادرار ممکنه در هنگام تخلیه مشکل داشته باشی یا احساس فشار و یا درد کنی این میتونه به معنای ابتلا به عفونت ادراری باشه اصلا جای نگرانی نداره و به راحتی قابل درمان اما باید زود درمان رو شروع کنی چون ممکنه این عفونت به کلیهات هم سرایت بکنن شماره 9 خون در ادرار این یکی از علائمی هست که نمیشه به راحتی نادیده گرفتش وجود خون در ادرار علامت مستقیم یک بیماری کلیوی. در صورت بروز این علامت باید سریعا به پزشک مراجعه کنیم چون خون در ادرار میتونه به چندین سرطان مختلف هم مربوط بشه. شماره هشت تورم یا ورم تمام مواد زائد و مایات موجود در بدن توسط کلیه ها خارج میشن. وقتی دیگه نتونن این کار رو انجام بدن، این مواد زائد و مایات اضافی در بدن جمع میشن. وقتی این اتفاق بیفته، فرد دچار تورم در پا، مچ پا و پف صورت و گرفتگیه در دست ها میشه. اگر تا الان سابسکرایب نکردی حتما برای ویدیوهای بیشتر چنل دکتر شوبری رو سابسکرایب کن و زنگوله کنارش رو هم فعال کن تا هرگز ویدیوهای جدیدی که میذارم که مطمئنا برای خودت و خانواده عزیزت مفیدن رو از دست ندی و بتونی به رایگان ویزیت بشی. شماره هفت خستگی مفرد وقتی کلیه های شما به درستی کار میکنن در حال تولید هرمونی به نام اریتروپویتین هستند که این هرمون به سلول های قرمز خون در انتقال اکسیژن کمک میکنه وقتی کلیه های شما از کار بیافتن سطح این هرمون به شدت کاهش پیدا میکنه این افت ناگهانی باعث ضعف و خستگی در بدن میشه شماره 6 سرگیجه و عدم توانایی در تمرکز با کمبود هورمون اریتروپوئتین در انتقال اکسیژن توسط سلول های قرمز خون هم اختلال به وجود میاد و باعث کمبود اکسیژن میشه که طبیعتا روی مغز هم تاثیر میذاره این باعث سرگیجه و عدم تمرکز میشه دلیلش هم اینه که وقتی مغز با مشکل کمبود اکسیژن سر و کار داره عملکردش کنتر و سختتر میشه شماره پنج احساس سرما به طور مداوم بیماری مزمن کلیوی باعث کاهش سلول های قرمز خون میشه پس طبیعتا فرد دوچار کمخونی میشه دو مورد از علائم بارز کمخونی خستگی و احساس سرمایه مداومه که ممکنه حتی در محیطی که دماش گرم باشه هم اتفاق بیفته. برای مثال پایلو نفرایتیس که یک عفونت کلیویه میتونه باعث تب و لرز بشه شماره چهار زایه و خراش پوستی دقت داشته باش که این مورد با اینکه میتونه منشأ کلیوی داشته باشه ممکنه با آلرژی هم اشتباه گرفته بشه چیزی که باعث این خراش و زایه پوستی میشه نارسایی کلیویه که با خارج نشدن سموم باعث جمع شدن این مواد در خون میشه و خارش شدید پوستی ایجاد میکنه این خارش ممکنه روی کل بدن خودش نشون بده یا تنها محدود به یک ناحیه خاص بشه اما معمولا در کمر یا بازوها بیشتر خارش ایجاد میشه دقت داشته باش که این نخارش همزمان در دو طرف بدن اتفاق میافته و احساسش مثل خارش زیر پوستیه تا روی پوست اگر تا الان این ویدیو رو لایک نکردی حتما همین الان لایکش کن با این کارت به خیلی ها کمک میکنی تا به این ویدیو دسترسی داشته باشن و بیماری و دردشون کم بشه شماره 3 بوی بد دهان که شبیه بوی ادراره نارسایی کلیه سطح اوره در خون رو افزایش میده نکته جالب اینه که اوره در حفظ تعادل اسید و باز بزاق هم نقش داره پس وقتی سطحش در بدن بالا بره اوره در بزاق به آمونیاک تبدیل میشه که همین باعث ایجاد این بوی ناخوشایند در دهان میشه شماره دو حالت تعو و استفراغ اگر خدایی نکرده کلیه ها دست کار بیفتن حالت تعو و استفراغ مداوم خواهی داشت دلیل این هم تجمع مواد زائد و تمایل بدن برای خارج کردن این مواده به همین دلیل منجر به استفراغ میشه این مسئله باعث کاهش اشتها و کاهش وزن هم میشه شماره یک تنگی نفس اگر بیماری کلیوی به اندازه کافی شدید باشه میتونه باعث تجمع مایات در ریه ها بشه و همین امر احساس نفس تنگی در شما به وجود میاره با نادیده گرفتن بیشتر این مورد پوشش داخلی قلب ملتهب خواهد شد که همین مسئله باعث درد قفسه سینه هم میشه یک مورد اضافی و مهم کفالود بودن ادراره اگر مثانه پر پر باشه احتمال داره ادرارت کفدار بشه این مشکلی نداره اما اگر قلزت ادرارت زیاد باشه هم باعث کفدار شدن ادرار میشه که دلیلش کمبود آب بدنه البته در بارداری هم رخ میده حالا اگر پروتئین در ادرارت وجود داشته باشه ادرار کفالوت خواهی داشت که این معمولا به دلیل یک بیماری کلیویه امیدوارم مهمی این علائم رو درک کرده باشی و این ویدیو رو فقط برای خودت نگه نداری و برای دوست و آشنایانت هم ارسالش کنی تا بتونی بهشون نشون بدی که به فکر سلامتی اونها هم هستی همونطور که میبینی ویدیوهای دیگه ای هم هستن که میتونی به سادگی یک کلیک از مطالبشون بهرهمند بشی دوستتون دارم مراقب همدیگه باشید عزیزهای دلم امیدوارم که همیشه سالم و سلامت و شاد باشید بدرود